ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری پگا، پیام‌آور سلامتی و نشاط و روبه هدیه است و خوشم می آید. با شما هستیم دوست عزیز و بادنجان رو میره یک چندنش آماده ساختیم و با قیمتش هم نوبتش هست که یاش هم آماده بسازیم. به این شکل برش برش کرده آماده ساخته و به یک اندازه ساخته و داخل کاسه اضافه میکنیم تا همش آماده شده. یک دو دانه دیگه شامانده که اوش هم به این شکل باید که برش کنیم آماده بسازیم. خوبی یزی بادنجان میز که هم ترش است، هم یک خوشبویه که بسیار خوبی داره، هم سرخ است و برای سالاد بسیار خوب تر میتونیم استفاده کنیم. و جالبش چقدر خوب است، سعی کنید که خورترک خورترک، حتی خورد خورد از این رنگ سرخ داره. از بعضی وقتا از بعضی جایی که میبینیم که کلان کلان است ولی رنگ سبز به خود داره، کمی که زرد زرد است، ولی این خورد خورده ما آخرین درجه که خورده است و هم رنگ سرخ به خود داره. و حالا نوبت مرچ دلمه، ولی پیش از مرچ دلمه که من مرچ دلمه را آماده بسازم یک بار میرم میبینیم داخل داشکه به چه شکل داخل داش کباب آماده میشه. تا جایی که معلوم میشه وقت ضرورت داره تا کمی که خود خشک بسازه، کمی که قاقق بسازه و پخته همشه. شما دیده که به چقدر آسانی ما تانستیم یک کباب آماده بسازیم. کباب بسیار آماده ساختنش آسان است و با شکلهای مختلف ما میتونیم که آماده بسازیم. خب نوبت مرچ دلمه است که مرچ دلمه را هم باید که به این شکل میده میده کنیم. که مرچ دلمه زرد یک توتیش را میده کنیم و خب این مرچ دلمه را هم آماده ساختیم. و هم مرچ سبز هم ضرورت داریم، یعنی دلمه سبز. ما گفتم میتونیم که سالات چهار فصل، یعنی سالاتی است که در هر فصل خواسته باشیم ما میتونیم میره آماده بسازیم و در هر فصل استفاده کردن از این سالات خیر فایده ضرر هیچ نداره. خب به این شکل مرچ دلمه را هم اضافه کردیم، نخود هم اضافه کردیم، بادنجان رومی، بادرنگ شور و نوبت پیاز. کمه که پیاز هم ضرورت داریم ولی زیاد نه، کم به اندازه. کمه که پیاز هم به مو شکلی که ما مرچ دلمه را آماده ساختیم پیاز هم به می شکل میده میده میکنیم. پیاز هم اضافه کردیم و نوبت عزیز که مخلوطش کنیم.
خب این ما قسمی که بر شما گفتیم که به دو قسمت تقسیم میکنیم، یکی که به شکل بسیار ساده و آسان آماده میشه و دومی که همراه با ماست آماده میکنیم. ای به شکل سادهش میخوایم آماده سازیم، به نظر من همگی خوش داره که همراه با ماست باشه. سادهش کمی کم میمونیم، کم باشه به اندازه. و حالا نوبت گشت نانا. نانا رو صرف از برگاش میخوایم استفاده کنیم. را میده میده میکنیم تا ما بتونیم خوبتر آمدش کنیم. هرچی میده میده شد بهتر است. و نوبت ماست. به این شکل آمادهش میکنیم. آماده شد این سالات ما، آماده شد و این سالات دیگه صرف کمک گشنیزش مانده، کمک بالاش گشنیز اضافه میکنیم. خلاص کارش تمام و سالات هم آماده است و منتظر کباب میباشیم که کباب چه وقت است داشت بیرون میشه و چه وقت پخته میشه. البته وقتی کمش مانده و بعد زودترین وقت پخته میشه، چرا که گوشت بسیار نازک و حرارت بسیار زیاد بالاش است و بزودترین وقت ما میتونیم که را پخته کنیم و آماده هم بسازیم تا یک مزه بسیار خوب و طعم بسیار خوبی داشته باشه. تا وقتی کباب آماده میشه و ما هم یارا آماده میسازیم، میریم یک وقت کوتاه برمیگردیم. با شما هستیم دوست عزیز و سلات و اردوش آماده شد. این دومی بود که همراه با گشنیز باید کمی مخلوط شد. به شکل ای هم آماده شد، ای هم آماده شد و نوبت یک بشقاب است که تزینش کنیم. خب ما هر دو سالاتی که آماده ساختیم هر دوش داخل بشقاب اضافه میکنم، به خاطر از اینکه هر کدام شکل خواستن میتونن از این استفاده کنن. به نظر ما زیادتر کسایی هستن که از این زیادتر استفاده میکنن، علاقه زیادتر دارن و مزه ازی بهتر هنوز نظر به اونم، ولی کسایی هستن که خوش ندارن میشه که از دیگه استفاده کنن. به شکل از این استفاده کردیم و نوبت ازیش هم است. به شکل ایده خواه آماده ساختیم. دو سالات بسیار خوب و خوشمزه آماده شد و نوبت گوشتی است که داخل داشت مانده می نمی که ببینیم که او به چی اندازه نرم شده، به چی اندازه پخته شده، رنگ کشیده نکشیده. ولی من پیشتر که سر کردم یک رنگ بسیار خوبی داشت، شکل بسیار خوبی داشت،
خوبتر هم آماده شده و سرخ هم شده و آرد سخاری را با خود خوبتر جذب کرده، یک رنگ بسیار خوبی را برای خود گرفته. خب دو قسمت شما دیدی هم مواد را، یک بار دیگه میخوایم که مواد لازم برای شما پخش کنیم که کسایی که نتونستن این هم مواد لازم برمیگردیم، با ما باشید. مواد لازم کباب بودنه: بودنه 4 عدد، نخود 1 قوطی، بادنجان رومی قدر ضرورت، مرچ دلمه 2 عدد، گشنیز قدر ضرورت، زیتون قدر ضرورت، ماست قدر ضرورت، پیاز 1 عدد، سیر 4 دندانه. با شما هستیم دوستای عزیز، خدا کنه که مواد لازم باز هم خوبتر دانسته باشه، گرفته باشه. و نوبت گوشتی است که از داخل داش بیرون کنیم و از این معلوم میشه که بسیار داغ هم است. احتیاط کنیم که نسوزم. همین غذایی که آماده بسازیم و به یک شوق ذوق و بعدش اگر به احتیاط کنیم دست ما بسوزه، اصلا هیچ مزه نمیداشته باشه، چرا که سوختگی یک سوزش بسیار خرابه دارن. و کوشش کنیم که نسوزه. خب این بود غذا امروز که به شکل آماده ساختیم. و باز هم کسایی که مشکل دارن میتونن از طریق FVR یعنی 654 دایر کنن، بعد کلید 4 فشار بدن و باز هم کلید 4 فشار بده، بعد از کلید 1 فشار بده و برنامه امروز به شکل صوتی شما میتونه که بشنوی. و او کسایی که میخواین که پیشنهاد دارن، انتقاد دارن و فرمایش بعضی غذاها رو دارن و هم میتونن که از طریق 654 دار کنن، بعدش کلید 4، باز هم کلید 4 و بعدش کلید 2، یعنی دکش یکی میشه و دومش 2 میشه. کلید 2 رو دایر کنی و پیشنهاد فرمایش هر کدومش که باشه از طریق صوتی بگذاری بر ما میرسه. خب این کباب خوشمزه که امروز آماده ساختیم همراه با پیاز هم است، قسمت پایینش پیاز است و قسمت بالاش خود کباب. یک شمی قسمت میمانیم و یک شمی ایچه میمانیم، باقی ماندهش باشه قسمت فرق نمیکنه. این هم یک کباب خوشمزه، یک سلات ساده و یک سلات ماستی. خدا کنه خوشتان آماده باشه، شما هم دخانتان به میشکل از غذای خوب و خوشمزه و ناب آماده بسازه. این بود برنامه امروز، تا برنامه به فردا شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. شاد موفق همواره باشید. تا آشپزی دیگر به همکاری پگاه، پیام‌آور سلامتی و نشاط و رو به هدیه است و خوشم می آید.